سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت دوم ساک دستی در خدمتتون هستم. توی قسمت قبل یاد گرفتیم چطور برای کیفمون دسته چرمی آماده کنیم و جیب روکار بدوزیم و امروز قرار تنه جلوی کیفمون رو آماده کنیم به همراه آسترکشی. بریم سراغ آموزش. برای قسمت جلوی کیفم میخوام یه تیکه رو پارچه کار کنم، بقیه رو چرم بزنم. برای قسمت کفش چرم باشه، سمت روبروش هم چرمی کار کنم. ولی اگه شما میخواین ترکیبی از چرم و پارچه کار کنید، قسمت کف کیفتون و دستا رو همیشه چرمی بزنید. یه مقدار نمای کارتون قشنگتر میشه. بعد قسمت کف کیفم چون معمولا روی زمین قرار میگیره، این چرمی بودنش عمر کیفتون رو بیشتر میکنه. برای پشت پارچه هم من یه لایه چسب زدم چون ضخامت پارچه هم خوبه. ولی اگه ضخامت پارچه‌تون کمه، میتونید لایه نمدی بزنید. حالا بسته به ضخامت چرم و پارچه‌تون یه لایه رو انتخاب. باید تقریبا به یه ضخامت برسم. من الان لایه چسب زدم، ضخامتش تقریبا با چرمم یکی شده. ولی اگه چرمی که دارین استفاده میکنید ضخامتش بیشتره، به پارچه‌تون لایه نمدی بزنید. این یه جوری باشه که تقریبا دوتاشون ضخامتشون در یه سطح باشن. یکی نباشه خیلی ضخیم باشه، یکی دیگه خیلی شلوول نازک باشه. خب برای گوشه کارم یه چرم باری زدم به ابعاد 17x32 سانتی متر. برای قسمت کف کیف یه چرم باری زدم به عرض 6 سانتی متر و طول 22 سانتی متر. برای قسمت پارچه‌ای هم ابعادش هست 22x27 سانتی متر. دسته کیف رو هم فعلا به آشکاری نداریم. قسمت پشت کیف رو هم من کامل چرمی درست کردم به این صورت. حالا بازم سلیقه خودتونه، میتونید پارچه کار کنید یا چرم. حالا من می‌خواستم هر دوتا رو بهتون یاد بدم، به این صورت کار کردم که بدونید زیاد سخت نیست. یعنی با چرخ خیاطی هم میتونید چرم مصنوعی رو دوختش رو انجام بدید. مثلا این کیفایی که بیشتر از یه لایه نیست و زیاد ضخامت هم ندارن. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که کف کیفم رو به این قسمت بدوزم، به فاصله 1 سانتی متری که قرار دادیم. بچه درز رو میارید به سمت چرمتون به این صورت، یعنی درز به سمت پایین باشه و این قسمت رو باید یه رودوزی کنید. قبلش هم حتما به چرمتون روغن چرخ بزنید. بعد از اینکه قسمت پایین رو به این صورت دوختیم، باید سمت دیگر رو هم وصل کنیم. به این صورت این میشه روی اصلی پارچه هم، اینم روی اصلی چرممه. جوری که روی اصلیشون به سمت هم باشه قرار میدم. بعد هم باید از قسمت بالا تا پایین رو این قسمت رو به فاصله 1 سانتی متر دوخت کنیم. چون چرمه و با استفاده از سوزن نمیتونیم وصلشون کنیم، اگه دوست داشته باشید میتونید از چسب دو طرفه استفاده کنید که زیر دستتون حرکت نکنه. این قسمت رو دوخت میکنیم. بعد از اینکه این قسمت رو دوختیم، کیف رو به سمت رو بر میگردونیم و درز رو به سمت چرممون میبریم و این قسمت رو رودوزی میکنیم. این بچه به این صورت باید دوختش رو انجام میدیم. نمیشه قسمت پشت کارمون. بعد از اینکه این قسمت رو به این صورت دوختیم، باید دسته هامون رو هم وصل کنیم. آموزش وصل دسته رو هم قبلا بهتون گفتم دیگه. از قسمت بالا 9 سانتی متر پایین تر رو علامت میزنیم. فاصله دسته هامون هم باید 12 سانتی متر باشه. دسته ها رو هم وصل میکنم که بقیه کیف رو با هم بدوزیم. خب بچه ما تنه پشت و جلوی کیفمون رو آماده کردیم. باید در نهایت تنه جلوی کیفمون بعد از دوخت اندازش دقیقا برابر بشه با تنه پشت کیفمون، یعنی 37x32 سانتی متر. قسمت وسط تنه جلوی کیفم رو پیدا میکنم، یه علامت میزنم. قسمت وسط تنه پشت کیف رو هم پیدا میکنم، باز هم علامت میزنم. از قسمت وسطی که مشخص کردیم، جوری که روی اصلی پارچه ها به سمت هم باشه، روی هم قرار میدم، با گیر محکم میکنم. بعد هم قسمت پایین رو به فاصله 1 سانتی متر تا 7 دهم دوخت میزنم. بعد از اینکه قسمت پایین کیفمون رو دوختیم، ببین بچه من قسمت پایین رو به این صورت دوختم، کیف رو میتونید به سمت رو برگردونید، این قسمت درز دوختتون رو باز کنید. بعد هم یه دوخت این سمت بزنید، یه دوخت هم قسمت بالا که کف کیفتون صاف بشه. بچه من به این قسمت روغن چرخ زدم، درز دوختم رو باز میکنم، یک بار این سمت رو دوخت میکنم، یه بارم سمت مقابلش.
سمت مقابل رو هم باید دوخت کنیم. ببین بچه به این صورت باید دوختش رو انجام بدیم. بعد از اینکه این دو قسمت رو دوختیم، کیفمون رو به سمت رو بر میگردونیم. بعد هم قسمت بالا وسطش رو پیدا میکنیم. قسمت بالای کیفمون وسطش رو مشخص میکنیم. سمت مقابل هم وسطش رو مشخص میکنیم. از قسمت وسط روی هم قرار میدیم. با گیره محکم میکنیم. بعد هم باید این قسمت رو بدوزیم و سمت مقابلش رو. بچه برای قسمت های داخلی از درجه ریز چرختون استفاده کنید. به این صورت دور تا دور کیفمون رو باید دوختش رو انجام بدیم. بعد از اینکه سه طرف کیفمون رو دوختیم، یه مستطیل 3.5 در 2.5 باید گوشه چرممون به این صورت قرار بدیم. دور تا دورش رو با خودکار علامت بزنیم و این قسمت رو باید با قیچی بچینیم. سمت مقابل هم به همین صورت. بعد از اینکه این قسمت رو برش زدیم، یه دوخت رفت و برگشت من این قسمت میزنم که کیفم محکم بشه. بعد هم درزای دوخت رو به این صورت باز میکنیم و روی هم قرار میدیم. این قسمت رو به فاصله 7 یا 1 سانتی متر میتونید دوخت کنید. به این صورت من تمام فاصله دوخت رو بچه 7 در نظر گرفتم. سمت مقابل هم باید به این شکل دوختش رو انجام بدیم. بعد از اینکه دو طرف کیفمون رو به این صورت دوختیم، بچه من جای دوخت رو 7 در نظر گرفتم. حالا بسته به جای دوختی که در نظر گرفتین این قسمت رو اندازه میزنید. برای من شد 29 سانتی متر. ارتفاعش رو هم اندازه میزنم که تقریبا میشه 6 سانتی متر و یه فوم به همین ابعاد باید برش بزنید برای قسمت کف کیفتون. اگه میخواید محکم بشه یه فوم برش بزنید که بهتر بشه. تمام سطح فومم رو چسب میزنم، تمام سطح این قسمت رو چسب میزنم، بعد میزنم یه مقدار خشک بشه و به هم میچسبونمشون. ببین بچه ها، از این قسمت رو باید چسب بزنید تا سمت مقابل این قسمت باید چسب بخوره. سمت روبروش هم به همین صورت. با خطکش وصل کنید دیگه دقیق تر در میاد. این قسمت میشه کف کیفتون که باید بهش فومتون رو بچسبونید. خب دوستان، من به فومم چسب زدم، به کف کیفمم چسب زدم. البته این فوم کاملا اختیاری، حالا اگه دوست داشته باشید تو مرحله آخر واقعا میتونید یه دونه شلاقی بذارید کف کیفتون و اصلا نیازی به این مراحل نیست. حالا اگه دوست داشته باشید فوم رو هم میتونید بزنید. بعد هم کیفمون رو به سمت رو باید برگردونیم. برای من یکم اضافه داره، میچینم حالا هر چقدر اضافه بود رو. خب کیف رو به سمت رو برمیگردونیم. این میشه قسمت کف کیفمون. خب بچه، یه فوم دیگه هم من میخوام بذارم داخل کف کیفم، حالا با سلیقه‌ایه. خب بچه، این چسب دو طرفه من زیاد محکم نبود، برای همین یه مقدار چسب آهن میزنم، فقط در حدی که نگهش داره و به مرور زمان کنده نشه. نمیخواد خیلی هم زیاد چسب کاری کنید، در همین حد کافیه. روی فوم قبلیمون که زدیم این فوم رو هم میزنیم، حالا چون روی فقط در حدیه که قراره روی فوم قبلی قرار بگیره و نمیخواد
از روبرو دیده بشه نمیخواد حالا خیلی چسب کاری کنید و در حدی که نگهش داره کنده نشه. خب اینش الان قسمت کف کیفمون که به نظرم ایستایش خوبه. خب فعلا با کیف کاری نداریم، میریم برای آسرکشی. خب بچه‌ها می‌خوام آسرکشی کیف رو انجام بدیم. اگه دوست داشته باشید میتونید قسمت داخل کیفتون یه زیپ یا جیب ساده بدوزین و برای قسمت بالا یا دهنه کیفتون هم یه دکمه آهنربایی بس کنید. اون چرمی که ابعادش 37 در 6 سانتی متر بود رو من تا میزنم قسمت وسطش رو مشخص میکنم. از قسمت وسطی که مشخص کردیم حدود 3 سانتی متر پایین‌تر رو علامت میزنم. خب این میشه نقطه وسط. واشر دکمه آهنرباییم رو قرار میدم. این دو نقطه رو با استفاده از بشکاف یا سنبه باز میکنیم. و دکممون رو قرار میدیم. به این صورت. البته بچه اگه چرمتون خیلی نازکه حتما یه فوم هم پشتش بزنید. بعد هم پایه ها رو باید برگردونیم. به این صورت. سمت دوم دکمه رو هم باید به همین صورت مشخص کنیم. وسط چرمم رو به دست میارم. از قسمت وسطی که مشخص کردیم 3 سانتی متر پایین تر رو علامت میزنم. باز هم واشر رو این قسمت قرار میدیم. محل پایه های دکممون رو مشخص میکنیم. به این شکل دکمه‌مون رو نصب می‌کنیم. بچه وسط آسترمون رو با تا زدن به دست میاریم. سمت مقابل هم به همین شکل وسطش رو مشخص می‌کنیم. چرمامون رو هم قبلا قسمت وسطش رو مشخص کردیم. از قسمت وسطی که مشخص کردیم روی هم قرار میدیم. ببینید بچه این روی چرمه، این میشه پشت چرممون. به این صورت با گیر محکم می‌کنیم. دومی رو هم به همین شکل از قسمت وسطی که مشخص کردیم روی هم قرار میدیم. با گیر محکم میکنیم. این قسمت رو باید به فاصله 1 سانتی تا 7 دهم دوخت کنیم. سمت مقابلش رو هم به همین شکل. به این صورت قسمت بالای آستر رو دوخت کردم. به سمت روبرش میگردونیم هر دوتا رو و از روی آستر به فاصله حدوداً 2 میل این قسمت رو باید دوخت کنید. ببینید بچه درز دوخت به سمت آستر قرار میگیره به سمت پایین و دوختتون رو باید روی آسترتون انجام بدید. از ابتدا تا انتها سمت مقابل هم به همین صورت. خب بچه بعد از اینکه هر دوتا آسترا رو دوختیم باید به این صورت جوری که روی اصلیشون به سمت هم باشه قرار بدیم. بعد هم این قسمت رو باید دوخت کنیم. قسمت پایین هم به همین صورت. این قسمت رو هم باید کامل دوخت کنید. فقط یه قسمت رو بچه ها باز بذارید که میخواییم بعدن کیفمون رو به سمت رو برگردونیم. مثلا از این قسمت دوخته بشه تا این تیکه، بعد به اندازه حدوداً 10 سانتی فاصله بذارید تا این قسمت رو دوخت نکنید. بقیه رو دیگه باید کامل دوختش رو انجام بدیم. خب بچه من دور تا دورش رو دوختم. قسمت کف رو باز گذاشتم. حالا نظرم عوض شد. خواستم این قسمت رو باز بذارم. یعنی این قسمت رو هم کامل دوختم. برای گوشه های کارمون همون مستطیلی که برای زده بودیم ابعادش 3.5 در 2.5 بود رو گوشه قرار میدیم. دور تا دورش رو علامت میزنیم و با قیچی برش میزنیم. دقیقا مثل تنه اصلی کیفمون. سمت مقابل هم به همین شکل مستطیلمون رو قرار میدیم. دورش رو خط میکشیم. با قیچی برش میزنیم. من این قسمت ها رو قبلش یه مقدار محکم میکنم.
درزای دوخت رو روی هم قرار میدیم. بچه این قسمت ها رو باز کنید خیلی بهتره. خب این قسمت باید دوخته بشه. قسمت کف کیفمون بازه. خب بچه تنه اصلی کیفمون آماده شده. آستر رو هم آماده کردیم و الان باید به هم وصلشون کنیم. کیف رو به سمت رو بر میگردونیم. آستر به سمت پشته. می بچه آستر به سمت پشته. تنه اصلی کیفمون به سمت روه. خب بعد هم تنه اصلی کیفمون رو داخل آسترمون قرار میدیم. می بچه اون قسمتی که جیب داره میشه قسمت پشت کیفتون. برای همین من به این صورت کیفم رو قرار میدم. خب بچه ها درزای دوختمون دقیقا روبروی همدیگه قرار میگیرن. من درز دوخت رو باز میکنم و با گیر محکمش میکنم. سمت مقابل هم به همین صورت بچه ها درز رو باز میکنید. روبروی هم قرار میدید. قسمت وسط کیفمون رو روبروی قسمت وسط تنه اصلی کیفمون قرار میدیم. گیره میزنیم. سمت مقابل هم به همین صورت هر چهار طرف رو باید وسطش رو محکم کنیم. خب بچه دستای کیفتون باید داخل قرار بگیره بعد با گیره محکم کنید. بعد هم دور تا دور کیفمون رو باید بدوزیم. خب دوستان من به این صورت دور تا دور کیفم رو دوختم. ببینید بچه دور تا دورش رو به فاصله 1 سانتی‌متر یا 0.7 دوخت میکنید. بعد هم از اون قسمتی که آستر رو باز گذاشتید آسترتون رو به سمت رو برمیگردونید. بعد از اینکه آسترمون رو به سمت رو برگردوندیم داخل کیفمون قرار میدیم. قسمت بالای کیف یا همون دهنه کیف رو بچه با دست باید دور تا دورش رو مرتب کنیم. بعد هم یه دوخت بزنیم. این هم قسمت داخل کیفمونه که کاملا تمیز و مرتبه. خب اینجا من قسمت بالای کیف رو با گیره محکم کردم و دور تا دورش رو به فاصله 0.5 سانتی‌متر دوخت میکنم. اگر چرخ خونگی استفاده میکنید این قسمت یه جعبه ابزار داره. اون جعبه رو خارج کنید که دوخت دور تا دور کارتون راحت تر بشه. کیفم رو به این صورت زیر چرخ قرار میدم و دور تا دورش رو دوخت میکنم. بچه فقط این قسمت حواستون باشه که باید پیچ رو یه مقدار به سمت بالا ببرید که روی حالت زخیم دوز قرار بگیره. در رابطه با تنظیمات چرخ یا آموزه‌ای ضبط کردم. آدرسش رو براتون قسمت بالا میذارم که راحت تر پیدا کنید. دور تا دور کیفتون رو که دوختید باید به این صورت کاملا تمیز و مرتب باشه، هم روی کارتون هم قسمت داخل کیف. در نهایت هم باید اون قسمت آستر رو که باز گذاشته بودیم دوخت کنیم. ببین بچه به این صورت آستر رو من خارج میکنم، به سمت داخلی تا میزنم، با استفاده از سوزن محکم میکنید و این قسمت رو دوخت کنید. یا اینکه میتونید پس دوست کنید، هر کدومو که دوست داشتید. آستری که دوختیم رو به سمت داخل میبریم و دوخت کیفمون تموم میشه. امیدوارم که آموزش این کیفم براتون مفید بوده باشه. تمرین و تکرار فراموش نشه. هر جا سوال یا مشکل داشتید حتما بپرسید جواب میدم. تا یه آموزش دیگه خدا نگهدار.